تصاویر کاملا مشخص بود که میزبان جناب آقای وینفرد شفر هستیم، سرمربی قهرمان جام حذفی تیم استقلال و البته جناب آقای محمد حسین زرندی مدیر امور رسانه استقلال. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. Very welcome here. Hello, I'm happy I'm here. سلام میکنم به شما، خیلی خوشحالم که اینجا هستم. خیلی خوش آمدید. من هم از شما آقای زرندی تشکر میکنم، هم از آقای دکتر توفیقی معاونت محترم باشگاه استقلال که این همکاری رو انجام دادن، به ویژه از آقای شفر که به قولی که در روز برفی تهران به ما دادن وفا کردن و به استودیوی شبای فوتبالی تشریف آوردن. روزی که با ایشون اولین مصاحبه تلویزیونی رو انجام میدادیم، ایشون دغدغه‌شون بازی با صنعت نفت آبادان بود. روزی که تندیس بهترین مربی بهشون اهدا شد، دغدغه‌شون بازی با مشکی پوشان و الهلال عربستان بود. آیا امروز وقتی که جام حذفی رو در دستان خودشون دارن، دغدغه‌شون فقط ذوب‌آهن اصفهان هست یا یک دوره دو ساله احیای استقلال تهران و یا شکوفایی استقلال؟ Very important matches every time, the next match for me. همیشه مهمترین بازی بعدیه که ما داریم. فوتبال است، you cannot talk okay in 2 weeks in 3 weeks you play against Superhard. شما نمیتونید بگید ما دو هفته دیگه این بازی رو داریم، سه هفته دیگه این بازی رو داریم. همیشه بازی بعدی مهمترین بازی. I tell you why. بهتون میگم چرا. Everybody want to win against Estegal. به خاطر اینکه همه میخوان استقلال رو شکست بدن. همون چیزی که دیروز هم دیدین، همه میخوان بیشتر از 100 درصد توانشون جلو استقلال بگذارن. خیلی‌ها میگفتن این بازی خیلی راحتیه مقابل یک تیمی که از لیگ پایین‌تره، مشکلی استقلال نداره. من میدونم این صحبت‌هایی که قبل از بازی تیم حریف انجام داد علیه راجب فدراسیون باعث فشار روی داور میشد، باعث فشار تیم داوری میشد که چرا ما انقدر خوب بازی کردیم و در لیگ برتر نیستیم. میتونم بگم شاید این تاکتیکی بود از طرف اونا. در مسابقات جام حذفی، یک هشتم، یک چهارم یا نیمه نهایی یا فینال، همیشه میتونید شما ببازید. And believe me, when this team have a match maybe in 2 weeks, the same team playing at the same level. اگر دو هفته دیگه شاید این تیم یه بازی همین بازی داشت با همین لول بازی میکرد. And our players were a little bit under pressure. بازیکن این تیم خیلی خوب بازی کرد دیروز، ولی ما یه زمان تحت فشار بودیم. اگر تیم ما مقابل یک تیم از لیگ پایین‌تر شکست می‌خورد، این فشار به بازیکن‌ها بود که همه می‌گفتن استقلال چرا مقابل یک تیم از لیگ پایین‌تر شکست خورده. در فینال شما باید ببرید. مهم اینه که برنده بشید و ما بردیم و خیلی خوشحالیم. I'm not only happy about the club or of my players. I'm happy about the supporters. من نه فقط برای باشگاه و بازیکنام خوشحالم، برای هوادارامون بسیار خوشحالم. ما هواداران بسیار بسیار خوب و فوق‌العاده‌ای هم داریم. باخت اولشون رو مقابل پرسپولیس در اولین روزهای حضور در دربی برگشت جبران کردن. دومین و آخرین باختشون رو به نوعی مقابل ذوب‌آهن در همین مسابقه پیش رو به قولشون همیشه مسابقه بعدی براشون مهمه جبران خواهند کرد. Your first the match against Persepolis, the first match we lost about the penalty. بازی اولی که ما با یک پنالتی 1-0 به پرسپولیس باختیم. That was the start of our success. اون شروع موفقیت‌های ما بود. Before I heard only derby is very very important. من قبل شنیدم که دربی بسیار بسیار مهمه. اگر ببازید مشکلات خیلی زیادی دارید. دو هفته بود که ما اومده بودیم اینجا. In this full stadium. در یک استادیوم پر از جمعیت. همه تماشاگران استقلال. Applause to our players. بازیکنان ما رو تشویق کردن. من غافلگیر شدم و گفتم چرا. The people saw this team. هواداران دیدن که این تیم تمام وجودش رو گذاشت تو زمین و فقط یک اشتباه بود و یک پنالتی. بعد از اون ما خیلی خیلی قدرت به دست آوردیم برای بازی‌های بعدیمون. I want to tell thank you now to our supporters in this match. تشکر کنم از هوادارانم به خاطر اینکه در اون بازی به ما اعتماد به نفس و قدرت دادن. به خاطر همین بود که ما خیلی در لیگ شروع کردیم به حرکت بالا. ما در گروه مرگ در آسیا بهترین تیم بودیم در لیگ قهرمانان. دو بار الهلال رو شکست دادیم. از این بابت بسیار خوشحالم. از این یه سری مسائل خبر دارم. این یک هدیه بود برای مردم ایران.
And we have number 3 in the league. Same points about number 2 and very good, very happy about this. خیلی خیلی از این بابت خوشحالم با یک امتیاز مشابه. زوباهن تیم بسیار خوبیه، بازیشون رو در تلویزیون دیدم. مقابل نماینده ازبکستان دیدم بازیشون رو. The constellation in wider the AFC not change. من این مقدار از این شرایط ناراحتم که چرا AFC این قانون رو عوض نمی کنه. به خاطر این چرا باید در این مرحله دو تا تیم از یک کشور مقابل هم قرار بگیرن؟ در لیگ قهرمانان اروپا شاید در دو بازی آخر یا در فینال مثلا بورسیا دورتموند یا بایرن مقابل هم قرار بگیرن از یک کشور. من خودم بازیکن بودم در یک لیگ دو بار مقابل تیم آلمانی بازی کردیم. این برای هر دو تا تیم خوب نیست. دوباره میگم زوبان تیم بسیار قدرتمندیه، بازیکنان قد بلند و بسیار قدرتمندی داره، ولی ما هم تیم خوبی داریم. و فکر میکنم شاید زوباهن برای این بازی اول ما یه مقدار شاید کارش سخت باشه. آقای زرندی، آقای شفر مرتب تو نشست‌های خبری اعلام میکنن که میخوان استقلال رو به سطح بالا برسونن. سطح بالا از نظر هوادارا یعنی قهرمانی در آسیا. آیا سطح بالا از نگاه آقای شفر هم قهرمانی در آسیا به همراه تیم استقلال یا نه؟ حریفشون چیز دیگه ایه. I remember after I think the first match was Naft, I don't know exactly. I told this in a press conference before the match. قبل از اولین بازی که داشتم در کنفرانس خبری گفتم می‌خوایم ما فوتبال استقلال رو تغییر بدیم، نه اینکه بازی مستقیم و بلند انجام بدیم، می‌خوایم فوتبال بازی کنیم. دیروز هم همین صحبت رو به خبرنگاران گفتم. خیلی ها در سمت چپ و راست من نشسته بودن و من گفتن این چه حرفیه که مربی داره میزنه. ولی الان من میدونم که میتونیم این کار رو انجام بدیم. And I saw we have very good players. بعد از یک هفته که من اینجا بودم بازیکنامو دیدم و دیدم که اونا اعتماد به نفس نیاز دارن، روحیه تیمی خوب لازم دارن، آمادگی جسمانی بهتری نیاز دارن. و یه مقدار تمرین تاکتیکی بیشتری نیاز داشتن. و بعد از دو هفته بازیکنها لبخند میزدن در تمرین، خیلی خوشحال به تمرین میمدن. And then we change this fitness coach Mick. ما مربی بدنساز رو تغییر دادیم. سانی رو آوردیم، میگل رو آوردیم، ساشا رو آوردیم. و همه کاری که انجام دادیم سعی حرفه‌ای بود. در جلسات آنالیز، در تمرین. برای بازیکن مشخص بود که اگر همه اون کاری که کادر فنی میخواد انجام بدن، میتونیم موفقیت خوبی داشته باشیم. And I'm very happy about this performance of the players. و از این عملکرد بازیکنانم بسیار خوشحالم. همه با 100% وجود تلاش میکنن. In the match, در تمرین، در بازی ها. Yesterday we come back, or in the morning we come back from the match yesterday. ما امروز از بازی که داشتیم برگشتیم تهران، مستقیم از فرودگاه به هتل رفتیم برای ریکاوری. بازیکنان ملی پوش رفتن پیش آقای کیروش، دستیاران آقای کیروش برای ریکاوریشون. The player have to believe us. That's very, very important. این بسیار بسیار مهمه که بازیکن‌ها به ما ایمان داشته باشند. ما همیشه با بازیکن‌ها صادق هستیم. و بازیکن‌ها می‌دونن که ما همیشه پشت سرشون هستیم و حمایتشون می‌کنیم. اگه یه بازیکنی هم خوب نباشه، برخی مواقع دقیقاً با بازیکن‌ها صحبت می‌کنیم و می‌گیم که دقیقاً باید چه کاری انجام بدن و بازی بعدیش بهتر میشه. هیچ کس در تیم ما تغییر عوض نمیشه به خاطر اینکه بازیکن بدی نیست. ما فقط به بازیکن‌ها کمک می‌کنیم برای اینکه اون‌ها رو بهتر و بهتر کنیم. دیروز روزبه چشمی تعویض شد.
ولی نه به خاطر اینکه بد بازی کرد، به خاطر اینکه یک کارت زرد داشت. در دو سه صحنه اتفاقاتی افتاد که شاید در حالت عادی باید تکل می‌زد، ولی ممکن بود داور بهش کارت زرد دوم نشون بده و از زمین بیرون اخراج بشه. به خاطر همین فرشید باقری اومد تو زمین و مشخصه که روزبه بازیکن بسیار بسیار خوبیه و مشخصه در بازی با زوبان بازی میکنه. بازیکنان میدونن همه چیزی که لازم دارن و ما بهشون میگیم، بهشون میدیم و اونا هم همونو میرن داخل زمین. ما یه بخشی رو آماده کردیم که مردم در مورد آیه شفر صحبت کردن. Okay. منتهی مراتب قبل از اینکه اون بخش رو ببینیم این سوال رو هم من مطرح میکنم، در بخش بعدی جوابش رو بدن که استقلال خیلی اعتقاد دارن که اقتصادی برد به دلیل اینکه بازی زوبهن رو پیش رو داشت و استقلال وین سوپر فاینال اکونومیک، یعنی با یک گل قهرمان کرد خودشو. حالا میریم میبینیم بهش میگیم، میریم میبینیم، برمیگیم در مورد این سوال پاسخ بدیم. آیه زرندی در خصوص سوالی که پرسیدم آیه شفر جوابی دارن؟ من هر سوالی میپرسم ریاکشن آیه شفر خنده است. The question that I ask you, smile first. No, no, I have to smile and I talk before. خوبه، یعنی راضی هم که سوالی پرسیدم که شما ناراحت نمیشید. و همه میان میبینن استقلال یک طرف، تیمی از لیگ پایین‌تر یک طرف. In German, oh my god, in German the people talk cup have a special thing. در آلمان هم میگن جام، همون جام حسبی یک چیز خیلی ویژه‌ایه. It's only one match. فقط یک بازیه. And I remember Bayern Munich. یادمه که بایر مونیخ the best team. با بهترین تیمش. Against an amateur. یک تیم آماتور بازی کرد. Lost 1-0. و یک هیچ بازی رو باخت. Again, this team. دوباره بگم. From yesterday. حریف دیروز ما. Played before and in the future, not the same level. That is only Estegar. Estegar. We have to. بازیش اصلاً شبیه بازی‌های قبلیش و بازی‌های آینده‌اش نخواهد بود. به خاطر اینکه جلوی استقلال بازی میکرد. Nervous, make one mistake, the second mistake, but it is not important for us now. We are champion, yeah. و شاید این مقدار بازیکنان نگران بودن بابت اینکه مقابل این تیم اشتباه کنن، ولی ما بازی رو بردیم. ما دنبال این بودیم که گلای دوم و سوم رو هم بزنیم، ولی درست اینه که بگیم تیم حریف ما بسیار خوب فوتبال بازی کرد. We played with Jamaica in Atlanta against the States. ما در جام آتلانتا مقابل امریکا بازی کردیم با تیم ملی جامائیکا. 80,000 نفر در ورزشگاه. The States and I talked before every time. Klinsmann, my German coach in the States, he was. Klinsmann سرمربی تیم ملی آمریکا بود. My friend Bertie Fuchs. I talked in the press conference before. در کنفرانس قبل از بازی. David. این رو گفتم. Against Goliath, you know David Goliath. David Goliath. David. This Jamaica is like this, and the States is big. Jamaica is a country کوچیکی بود. Jamaica is a country بزرگی بود. We give all to Klinsmann. Here we have to win. He win against us. و همه میگفتن که کلینزمن باید قطعاً اون بازی رو ببره. همه انتظار داشتن بود که آمریکا ما رو ببره. After 30 minutes was 2-0 for us, and this. The States was nervous. بعد از 30 دقیقه بازی 2-0 به نفع ما بود. تیم حریف ما بسیار عصبی شد و میگفتن چرا ما نمیتونیم تیم کوچیک جامائیکا رو ببریم. به خاطر همین عصبی شدن 2-1 باختن. خاصیت فوتبال همینه. Why is this team come in the final? It's a second league. برای این چرا این تیم از لیگ یک اومد به فینال هستی؟ How many teams from the Premier League play against Los چند تا تیم لیگ برتر بردن تا رسیدن به فینال؟ کدیستان واسه لاست. به هر حال گسترش فولاد رو تو اوج نتایجش برد. تو هیچ خود استقلال خوزستان رو در آغاز برد. مشکی پوشان رو شکست داد. مشکی پوشان. من با بازیکنان راجع به همین صحبت کردم. بهشون گفتم ما اعتماد به نفس می‌خوایم ولی نباید بترسیم. We have enough power, we have enough ما قدرت کافی داریم.
our level is very high. We win this match. سطح بازی ما بسیار بالاست و این بازی رو می‌بریم. ولی فوتبال خودتون رو انجام بدید. مهم اینه که ما الان قهرمان جام شدیم. I don't know the last 5 years Istiqlal have not cup. 6 years. 6 years. تو 5-6 سال گذشته استقلال جامی نداشت. الان ما خیلی خوشحالیم. الان مدیر عامل باشگاه خوشحالن، هیئت مدیره خوشحالن، آقای توفیقی خوشحالن، الان همه خوشحالن. And I hope we can make it in the future together. امیدوارم با هم این بسیار مهمه. با هم بتونیم این مسیر رو در آینده پیش بریم. باشگاه اینو میدونه که اینجا باشگاه اول من نیست. من تجربه کافی دارم. ما باید این مسیر من رو با هم بریم و هیچ مشکلی نداریم. Now I have forgotten for our fans, our supporters. یه نکته رو برای تو هوادارمون فراموش کردم که اگه هوادارمون میخوان به ما کمک کنن. عدد 4 رو به سامانه CC ارسال کنن هواداران اگر میخوان به ما کمک کنن. I have forgotten here my Ulsport badge. و منم اینجا بچ و اون نشانه آلشپورت هم رو فراموش کردم بیارم. دست شما درد نکنه. یک اتفاقی ممکنه در فوتبال ایران بیفته که پیشتر هرگز تکرار نشده و اون اینه که شاید در سال 1397 هجری شمسی استقلال و پرسپولیس 6 بار با هم بازی کنن. چطور؟ دو بار در لیگ 97، یک بار در سوپر جام 29 تیر، شاید دو بار در مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا، شاید هم در جام حذفی. فکر کنید مثل امسال که سنت نفع اگه پرسپولیس نیبرد با هم بازی میکردن. شش بار بازی با پرسپولیس رو الان چه پروپوزالی براش مینویسن؟ هیچ وقت در ایران تو 5 تاش هم نشد، اونا 4 تاش هم نشد تو یه سال. 6 is a good number. شش بار اگه بازی کنیم خب خوب عدد خوبیه. I'm very happy here in Iran. Yeah. من اینجا بسیار خوشحالم. I'm very happy about the people around my work and my خیلی خوشحالم از my apartment, my neighbors, همسایه هام، از آدمای ایران، از کسانی که اطرافم هستن، همه بسیار بسیار مهربون. وقتی ما پرسپولیس بازی میکنیم این جنگ نیست، یک بازی عادیه. When I go from Iran, the people talk very good coach, very kind. برای من مهم اینه که زمانی که من از اینجا برم همه بگن مربی خوبی بود، ایرانو دوست داشت و فوتبال اینجا رو بهتر کرد. من خوشحالم که پرسپولیس رفته مرحله بعدی لیگ قهرمانان، زوباهن رفته مرحله لیگ بعدی قهرمانان، تیم ما فقط تراکتور خارج شد. And Persepolis have with Al Jazeera, I know Al Jazeera from the Emirates. پرسپولیس با Al Jazeera بازی داره، من تیمو میشناسم، تیم بسیار خوبیه. I think Persepolis is clear favorite about this in this match. I فکر میکنم پرسپولیس شانس خوبی داره تو این بازی. Persepolis the Super Cup is very very bad date. و راجع به سوپر جام باید بگم سوپر جام روز بسیار بسیار بدیه. سوپر کاپ تو پلیر کام فرام روسیه. بازیکنان ملی پوش هر دو تا تیم 6 7 تا هر تیم بازیکن 6 7 تا بازیکن در تیم ملی دارن از جام جهانی برمیگردن. و فدراسیون فوتبال باید گوش بده به این صحبتی که ما میگیم، این صحبت رو بشنوه که بازیکنان دارن از تیم ملی برمیگردن، بخوان با فاصله کم برن مسابقه سوپر کاپ. و شاید مصدوم بشن. شاید ما چرا سوپر کاپ رو 3 ماه بعد در اروپا یا در آلمان برگزار نمی کنیم یا در اسپانیا؟ چرا که نه؟ ولی این تاریخی که مشخص شده برای سوپر کاپ تاریخ خوبی برای فوتبال نیست. Derby. و من عاشق دربی هستم. دربی فوق العاده است. بازی بزرگ. مثل بازی مونشن گلادباخ و کلون. My coach weiß, weil er kam vom Cologne. It was my our coach in Gladbach. When we lose, مربی من از کلون اومد. مربی من در مونشن گلادباخ. Don't talk with the players. اگه یک ماه باختیم یک هفته با کسی حرف نمیزدیم. Stadion full in the atmosphere. پر از تماشاگر، اتمسفر شرایط فوق العاده است. اگرم ببرین که بسیار زیباست. Supporters go to stadium, no problem. و هواداره هر دو تا تیم اومدن به ورزشگاه در دربی و بدون مشکلی خارج شدن. این بسیار مهمه. Saloniki play against Athens. شاید مثلا مسابقه دو تا تیم رو در دو تا تیم بزرگ رو در یونان مثلا ببینید. شاید بعد دقیقه بازی متوقف بشه. And we are football is
very very important for all countries. فوتبال بسیار بسیار مهمه برای همه کشورها. 54 first World Cup we won in Switzerland. من اول جام جهانی 1956 آلمان رو یادم میاد. 54. Yeah, and we were lost for German that was we come back. Yeah, not only football, you know our problem in this time. یه سری مشکلاتی اونجا بود ولی خب میدونی که فوتبال چقدر کمک کرد و چقدر مهم بود در اون زمان. There was a problem with the people in Cameroon and 1990 Roger Bila playing in Cameroon. در 1990 مردم کامرون بسیار خوشحال بودن. شیرهای رام نشدن. روژه میلا در جام جهانی بازی کرده. همه بابتش خوشحال بودن. Everybody was happy. همه خوشحال بودن از این بابت. Football is important and that is good for us. و اینم برای ما بسیار خوبه. Estegal is in the moment. در این لحظه استقلال یکی از بهترین سفرهای فوتبال برای ایران. این صحبت من در مواجهه و علیه پرسپولیس نیست. اینو دارم به صورت کلی میگم. در مورد کامرون گفتن اون افتتاحیه آرژانتین کامرون گلی که روژه میلا زد بلند شد با ضربه سر اصلا کسی باورش نمیشد آرژانتین بخواد اون بازی رو با اون شرایط تو افتتاحیه شروع کنه. شما چند سالتونه؟ شما باید اون ماه سنتون کم بوده باشه. آره من سنم کم بود ولی خب علاقه به فوتبال باعث میشه ما این فیلم ها رو بگیریم ببینیم و اطلاعاتمون رو بگیریم. چهار سپاتایی باشید این مووی بکنیم. Very good, very good. همه هم دوست داشتم کامرون تا نیمه نهایی هم برسه، فینال هم برسه. یک تیم محبوبی در دنیا شده بود. It was very favorite team in the world. Yes, but very good for Germany. این برای آلمان بسیار خوب بود. Cameroon played very well against England. کامرون بسیار مقابل انگلیس خوب بازی کرد. Africa player little bit arrogant. و بعدش بازیکن آفریقایی یه مقدار غرور و تکبر گرفتشون باختن آلمان و انگلیس رفتن فینال. In England is the people talk. The match is England against Germany is 90 minutes and every time in Germany. و همه میگن که وقتی مسابقه آلمان و انگلیس باشه 90 دقیقه است و آلمان بازی رو میبره. ما میخوایم که Cameroon was very good in this. کامرون تیم بسیار خوبی بود. این منتالیتی Cameroon knows. شاید این مقدار به ذهنیتشون برمیگشت که من اینو میشناسم. یه مقدار تکبر گرفتشون و باخت. ما تو گفتگوی قبلی خیلی سوالات تخصصی رو از آقای شفر پرسیدیم. تو اتاق فکر بابای توتون چی تصمیم گرفتیم؟ یه مقدار سوالات فانتزی. بعد یه سری سوالاتی که در یه سری شخصیت‌ها مطرح می‌کنیم و بپرسیم. خب از لبخندهای آقای شفر هم داریم استفاده می‌کنیم. Some people. People. مثلا for example. شنیدیم که دیشب ایشون یک چیزی رو در خوزستان حالا مشخصا در آبادان میل کردن که شگفت زده شدن. آیا واقعا فلافل اینقدر ایشون رو به وجد آورده؟ You think it's a good sandwich? Did you like it? Yes, I like it. بله. My son eat it and he told me it's very nice. پسر من ساندویچ رو خورد و گفتش که بسیار خوشمزه. یه ذره من باید مراقب وزنم باشم. اگر همسر من اون عکس رو ببینه با من تماس میگیره و میگه داری چیکار میکنی؟ من باید این رو مراقب باشم. پسر من گفت بسیار خوب و خوشمزه بود. میگوئل و سانی دستیارای من هم فلافل رو میل کردن و گفتن بسیار خوب بود. خیلی خوشحال بودن. یه سوال دیگه اینجوری می‌پرسم بعد آقای توتونچی خیلی این سوالا داره. یه کت شلوار تکراری رو ایشون معمولا کنار لب خط رو نیمکت می‌پوشن. این کت شلوار شانسشونه. Is it the chance suit or No, I looking for English. This is not magic, is this magic? Yeah, magic. I think فکر میکنم شاید جورایی when I have this suit, a lot of this suit, we won. فکر میکنم شاید ذره کت جادوی باشه. من هم قرار میشه میبریم. هی میبریم. من هم دیگه عوضش نمیکنم. I was happy, not about the match. After the match against Zobahan, we lost 1-0. بعد از بازی که ما با زوباهن داشتیم و باختیم. I can washing my shirt. After 6 weeks. خوشحال بودم که میتونم لباسم بالاخره از تنم در بیارم و بدم بشورمش. بعد از 6 هفته. That is crazy. I know this is crazy, but I was young coach. My first year was coach in Karlsruhe. مربی اول ما در تیم کارسوه. I have one jacket from. Oh no, I don't tell the name of the sponsor. Let's sponsor. من اسم اون شرکت رو نمیخوام بیارم ولی یه جاکت. First year from the second to first league.
And a new sponsor is coming. ما از لیگ پایین‌تر اومدیم به لیگ اصلی. اسپانسر جدید برام اومد. خیلی شرکت‌های مختلف اومدن برای اینکه اسپانسر جدید ما بشن. And I was when I changed. Oh my God! But I do. It was very hot in Germany. و هوا خیلی گرم بود تو آلمان. من تو بازی اول. تو بازی اول یه جاکت پوشیدم، روی اون یه جاکت جدید از اسپانسر جدید اون پوشیدم. با وجود اینکه هوا خیلی گرم بود. تو لیگ بودیم، بازی آخر 2-1 مقابل فرانکفورت بردیم و تو لیگ موندیم. با کارلسروه ما به رتبه ششم هم رسیدیم، یک بار مقابل بایرن مونیخ. This many people talk, oh, when I go first with the right leg, then we win. شاید خیلی ها میگن اگه ما با پای راست وارد زمین شیم ببریم، یا با پای چپ وارد زمین شیم نتونیم ببریم. این خیلی خوب نیست. ولی کت جادویی. That's magic. ولی همیشه میپوشم و مهمه. ولی این دستبندی که من دارم بسیار مهمتره. Give me one fan after pass please. We lost 1-0. بعد از بازی که ما 1-0 مقابل پرسپولیس باختیم، یک هوادار این دستبند رو به من داد. و میتونم بگم دستبند شانس من اینه که یک هوادار به من داده. من خیلی خوشحالم و خیلی خواستم اینو از من بگیرن، ولی من به هیچ کس ندادم. I have my suit, then I have my shirt. Okay. ولی این لباسی که من پوشیدم، پیرهنی که به تن می‌کنم، ولی خوبه. قرار شد بریم سراغ سوالات فان. کدوم بازیکن بیشتر آقای شفر رو به خنده وامی دارن وقتی حالا تو تمرین هستن یا حالا به حال تو هتل هستن؟ Training or in the hotel. Again, sorry. Which player makes you laugh, smile more than other players? I have three players. سه تا بازیکن داره. Three thousand clown. سه تا بازیکن بسیار خوشخنده داری. Maybe with the pausing clown watch now. شاید الان سه تا بازیکن خوشخنده دارم، این بازیکن رو میبینم و الان این جمله منو میشنوم و بسیار میخندم. Very good players, very good بازیکنان بسیار بسیار خوب با شخصیت های بسیار خوب داریم. من نمیدونم پشمان منتظر سنش بیشتره یا خسرو یا مهدی رحمتی، ولی بازیکنان بزرگ بسیار خوبی داریم، تیم بسیار خوبی داریم، همه با هم خیلی خوب کار میکنن. But this is normal in football. شاید بعضی وقتا صحبت هایی میشه بین بازیکن ها بین دو نیمه یا بعد بازی، ولی در فوتبال کاملا طبیعیه. شما نمیتونید برای فوتبال بچگانه برنده مسابقه بشید. باید همه جدی باشن، همه به هم کمک میکنن. این برای من بسیار بسیار مهمه. ما نظم بسیار بسیار خوبی در تیممون داریم. یک مثال، من مربی بودم در کامرون و بعد از مدتی که قرارداد بستم چند تا از بازیکنان رفتن چلسی، بارسلونا، پارما. من یک کاغذی به بازیکنان دادم و بهشون همیشه میدادم که فکر میکنین بهترین تیمی که ما میتونیم بزنیم بفرستیم کیه. همیشه نگه میداشتم و به ساین گفتن فکر میکنی بهترین بازیکن ها کی میتونن باشن؟ و به من گفت تنها چیزی که ما لازم داریم نظمه. راجع به بازی انگلیس و کامرون مثال زدم براتون. ما قهرمان جام ملت‌های آفریقا شدیم، رفتیم جام جهانی. After 90 the best World Cup results was with my team in Japan, Korea. بعدش در جام جهانی کره و ژاپن بهترین نتایج رو در جام جهانی کشور گرفتیم. French in Paris 2003. و یک مسابقه فینال قهرمانی رو داشتیم مقابل ما برزیل رو شکست دادیم برای جام کنفدراسیون در پاریس مقابل فرانسه بازی کردیم و خیلی از بازیکنان جوانی که در تیم من بودن از به بارسلون، اینتر میلان، چلسی و تیم‌های بسیار دیگه ای رفتن. اما اون سه تا اسم رو ما بگن خوبی داشت. Do you want to mention the three names or no? Pausen Clown. خوشخنده. فرا خوشخنده. الان این شغل شماست که بریم پیدا کنیم. این سه تا بازیکن خوشخنده. آیا یکی از اون سه نفر الان مهمان بعدی ماست؟ One of those three players is here to come. No, ایشون نیست. I hope he is a pausing clown. امیدوارم ایشون هم در آینده خیلی خوشخنده بشه، ولی الان نیست. But this is
1000 is nice. It's not ولی این خوشخنده بودن بسیار کار خوبیه. همیشه شوخی میکنم با بقیه بگو بخند میکنم ولی در مسابقاتمون همیشه با تمرکز و با نظمم. You know, when I come here and saw maybe Dayush, yeah, Dayush is من وقتی که اومدم اینجا مثلا داریوش شجاعی. You remember I take him out in the 42 minute در یک بازی خونگی دقیقه 42 ایشون رو تعویض کردن. ولی تو بازی بعدیش بهترین بازیکن ما شد مقابل الهلال در کویت. ما با هم صحبت کردیم و همه چیزو میدونیم. ما فقط زمانی میتونیم ببریم که تمام بازیکن‌ها تمرکز داشته باشن فقط روی موفقیت. یک شخصی رو داریم در گروهمون در تیممون نظم و ترتیبش خیلی خوب نبود. چند بار بهش گفتیم چند بار باید بخونه ولی نخوند. دارم به من اشاره میکنن که باید میخونه ولی نخوندن. شما شنیدم امروز یک خواننده ای هم دارین در برنامه. شاید بتونن با هم بخونن. صدای زرندی بسیار نویسنده خوبیه. من ایشون از سالهای دور میشناسم که تو روزنامه های ورزشی موفق بودن. نظمه. دستی به نویسندگی نداره. طبیعی هم نویسندگی از خوانندگی شاید بهتره. This is maybe my writing is better than singing. No. خب ما یه فاصله میخواییم بگیریم. اتفاقات قبل از بازی یا بگم پیشبازی استقلال خونه به خونه رو ببینیم. برگردیم زندین که من رو بهنام برزای همون سه نفری که گفتین حالا در بین این آیتم صحبت میکنیم که آقا بهنام برزای جز اون خوشخنده بوده یا نه. من میخوام نظر آقای شفر رو در مورد آهنگ خونده شد بدونم. گرچه خب ترانه‌شو نمیدونن چون ایشون فارسی خوندن اما خب ملودی و اینا رو نظر شخصی ولی گود ساوند. من خیلی متوجه کلمات نمی شدم ولی موسیقی بسیار خوبی داشت و متوجه می شدن صدایشون که ایشون خیلی استقلال رو دوست دارن. این علاقه شون به استقلال اصلا ایشون استقلالی هن چند آتیشه طرفدار استقلال هن. آقا محمد هم بخونه دو صدای با هم. آقا محمد شما می شونیم مدیر رسانه ای مترجم جناب. یعنی بنده خدا روزی داره استراحت نداره دیگه. بنده خدا همین کارشو وظیفه سیستماتیکش رو درست انجام بده. من یک بار 5 دقیقه دیر رسیدم سر تمرین یک بار مقاشه فر از یادشون نرفت. آره توبیق شدیم و قرار شد که بخونید یک بار بعدن در آینده. حالا بعدن در آینده خب بهشون بگین دیگه میگن الان نمیخونم بعدن در آینده. خیلی متشکرم آقای شهرام زندی استفاده کردیم ان شاء الله که پیش رو برای شما اتفاقات خوبی. خیلی ممنون برای شما و همه دستاندرکاران برنامه و برای تمام تیم‌های ورزشی. نکته در مورد استقلال هست به عنوان کسی که استقلالی هستین در تبریک از می‌کنم. عسکرم تبریک از می‌کنم قهرمانی رو و از صمیم قلبم هم آرزو موفقیت واسش. درود بر شما. ممنون از شما. ما دست می‌زنیم شما رو بدرقه می‌کنیم. خیلی خیلی لطف کردین تشریف آوردین برنامه خودتون. ما می‌خوایم 5 دقیقه فرصت بدیم به یک جمع‌بندی با آقای شفر برسیم. مهمون بعدی هم به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای عبداللهیان نکته یه سوالی از شما بخواهم بپرسم. یه سوال چون اسم آقای نورافشن امروز اومد دیگه یه چند باری هم یه شما فرمودید که میهمان بعدی ورزشمند ما هستن. عرضم به حضور شما یک بحثی مطرح شده مثل آقای نورافشن، آقای سید مجید حسینی برای تعدادی از بازیکنان استقلال در ایران و خارج از ایران خواهان دارن. چقدر اینها رو اطلاعاتش با آقای شفر رسیده؟ چقدر ایشون روششون تو بحث رابطه با شاگردان اینه که اگر چنین اطلاعاتی برسه از اونا بخواد که بمونن یا این بحث رو همیشه به باشگاه میسپرن به چه شکل هست؟ ما اول به امید نورافشن صحبت کردیم. شاید حدود 4 ماه قبل. He won't go. اون هر روز اومد صحبت میکرد که میخواد بره. Coming from his agent. و یک صحبتی از طرف ایجنت ایشون رسیده بود. The agent is an advisor. Yeah. The agent مدیر برنامه ها مشاور بازیکن رو باید بهشون کمک کنه. خیلی میگفت که من شاید برم یک کشور دیگه شانس بیشتری برای تیم ملی داشته باشم. I told him when you go, you have no chance. بهت گفتم اگه الان بری شانس خیلی زیادی نداری. بهترین شانست اینه که اینجا بمونی، خیلی خوب بازی کنی، به صحبت‌هایی که ما بهت بگیم گوش بدی، اینا رو بیاری تو تمرین، تو مسابقه، تا اون موقع شانس تیم ملی داری. اگر تنها بری به کشور اروپایی، به زبونشون صحبت نمی‌کنی. The club
this club from Europe, he don't give us an offer. ما صحبت کردیم با اون باشگاه که یک پیشنهاد رسمی بدن که نامه رسمی به دست ما نرسید. باش صحبت کردم گفتم به من باور داشته باش اینجا بمون و اگر اینجا خوب بازی کنی خیلی شانس بیشتری پیش آقای کیروش داری و شاید بعدش میتونی بری آلمان میتونی بری بلژیک. من با ایجنتشم صحبت کردم گفتم الان رفتنش این درست خوب نیست. بعد بهترین اتفاقی که برای بازیکن بیفته نه بهترین اتفاقی برای مدیر برنامه است. And now is correct. We see he is in the national team. و الان بازیکن ملی می‌بینید که درست بود یه بازی کرد در تیم ملی. And when he is a little bit nervous in the moment. شاید یه مقدار الان نگران باشه از این بابت. بعد از خطایی که تیم حریف دیروز روش مرتکب شد. دیدیم یه ذره بلند شد و یه حرکت خشنی انجام داد. بازیکن جوان و پر از انرژیه. بعد آموزش بگیره که الان یه مقدار آرامش بیشتری داشته باشه. به خصوص وقتی که کارت زرد داره تو مسافه‌های تک به تک باید مراقب باشه. بازیکن بسیار جوانیه. درها براش بازه برای اینکه بتونه کارنامه کارش رو خیلی بهتر بزرگتر کنه. باید به حرف من یا بازیکنهای بزرگتر گوش کنه. و میخواییم خیلی خوب بازی کنه و طبیعی هر چقدر خوب بازی کنه برای ما خیلی خوبه. فکر میکنم بهتر باشه که یک سال دیگه بمونه تا بتونه بهتر و بهتر بشه. I tell this not when I want he stay in our team. I tell him. من منظورم نیست که این باید فقط در تیم ما بمونه. اینا دارم ازش میخوام که برای خودش هم بهتره. He's not a fast young player. He come from the youth or from the. این باز اولین بازیکن من نیست که از تیم‌های پایه جوانان به تیم بزرگ سالان من میاد. و بعدش بازیکن ملیه. در آلمان اولیور کان رو داشتیم. ینس نوبوتنی رو داشتیم. در تیم خودم. محمد شور همین حرفا رو به اون هم گفتم. صبر کن. زمانی که آماده شدی و به اندازه کافی یاد گرفتی برو یک باشگاه بزرگتر. شاید تو باشگاه‌های عادی شانس داشته باشی ولی در باشگاه‌های بزرگتر نه. این خیلی مهمه برای بازیکن‌ها. اولیور کان بهترین بازیکن، بهترین دروازه‌بان جهان. محمد شور بازیکن بایر مونیخ. نوبوتنی بازیکن تیم ملی. عمر عبدالرحمن بازیکن الین. از تیم جوانان به تیم من اومد. این شانس رو بهش دادم و با هم کار کردیم که خیلی بازیکن بهتری بشه. یه بازیکن در تایلند که الان در جی لیگ ژاپن. ما میتونیم یه نکته بزنیم آقای زرندی چون فرصت زیاد نداریم. میخوام ازشون تشکر کنیم و اینو بگم آقای افتخاری به مهر خبرگزاری مهر گفتن که اگه شفر آقای شفر گفت اگه افتخاری بره من قراردادمو یه طرفه فسخ میکنم. درست یا نه؟ یس اور نو. کجا گفتن اینو؟ تو خبرگزاری مهر. کی گفتن؟ آقای افتخاری به مهر گفتن که اگر شفر گفته اگه افتخاری رفت منم قراردادمو یه طرفه فسخ میکنم. درسته؟ Mr. President had an interview and he said, you told him, if you go, I cancel my contract and go. The President? Yes. No, well, I want to talk about... yes or no, very yes short. Okay. To me? I told to me? No. To some reporters. To reporters? I don't know. Please. من نمیدونم لطفا. Again, I told yesterday, Iran have... من دیروز گفتم ایران زعفران بسیار خوبی داره، کبول بسیار خوبی داره، شهر شیراز بسیار خوبی داره و خیلی چیزای خوبی داره و شایعات از نظر ایشون شایع است. در رابطه با اون بحثی که میگن مطرح شده تو اون یک رسانه میگن ما یک شانس داریم برای اینکه اگر بخوایم در رده بالای آسیا باشیم باید همه با هم کار کنیم، همه با هم، مدیر عامل باشگاه، آقای توفیقی، هیئت مدیره، کادر فنی. ما همه باید یک راه مستقیم رو با هم بریم. برای اینکه بدونن ایران آدمای قدرشناسی هم داره، تو این مدت خیلی محبوب شدن برای مردم ایران، خیلی زحمت کشیدن. من میگم این بار ما پیشنهاد کنیم که دست برای آقای شفر زده بشه به عنوان پایان این بخش از حضور ارزشمندشون. بزنیم بله.
دستشون درد نکنه. ما قدرشناس شما آقای کیروش و آقای برانکا هستیم، چون هر چی تلاش میکنید برای فوتبال ایرانه. ممنون از حضورتون، از شما خداحافظی میکنیم. بله، امید نورافکن، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. ضمن اینکه در کنار آقای نورافکن وقتی کارگردان محترم برنامه تصویر و لانگ بدن، آقای شفر و آقای زرندی همچنان با ما هستن، چون تو بخش قبلی ما خداحافظی کردیم. آقای شفر یه نکته رو گفتن که الان جناب آقای زرندی میگن. چه نکته رو گفتن؟ بفرمایید. Yeah, I like him. I have a very good player. من به امید علاقه دارم. بازیکن بسیار خوبیه، پر از انرژی. I have to find this way to give the energy to the ball, no? Not to the opponent. این مسیر خوب رو بره که همه انرژیش رو روی توپ بذاره. And he have a chance. نه یه مقدارش رو بازیکن حریف. میتونه خیلی شانس خوب برای جام جهانی داشته باشه. آینده بسیار خوبی هم میتونه داشته باشه. And I'm happy about his new hair. خیلی خوشحالم بابت اصلاح جدید موهاش. مدل باش خیلی قشنگه. خوشحالم در خدمت شما هستم آقای نورافکن. بفرمایید. سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم و مربی خوبم وینفرد شفر و اینکه در خدمت شما هستم. ضمن اینکه گل اول استقلال در جام حذفی این دوره رو هم امید نورافکن زد. آقای خیلی خوش اومدید جناب آقای نورافکن. شما به هر حال در پست‌های بسیاری برای استقلال بازی کردید. دفاع چپ، هافبک دفاعی، پلی میکر، هافبک چپ، خودتون دوست دارید کجا بازی کنید؟ عقب زمین یا جز نیروهای رو به جلو باشید؟ خب مهمترین چیز فکر می‌کنم تو نظر من اینه که فقط و فقط در اختیار تیمم باشم. بعد اینکه دوست دارم همیشه تیمم، یعنی هدف خودم هم اینه که تیمم همیشه برنده باشه. مهم نیست که تو کدوم پست برای تیمم بازی کنم، ولی خب دوست دارم که وسط زمین بازی کنم. و اینکه هدفمون تو هر بازی اینه که بتونیم بهترین عمل کرد و برای تیم بزرگ استقلال داشته باشیم. شما آقای مجید حسینی، آقای مهدی قائدی، سه محروم هفته اول استقلال مقابل صنعت نفت در آبادان بودید که شاید شروع تلخ استقلال به خاطر فقدان شما بود، چون اونایی که بازیهای تدارکاتی استقلال زمانهای منصوریان رو میدیدن خیلی کاراشون رو پایه حرکات شما و افرادی بود که اسبردم. از زوایای پنهان اون محرومیت اگر چیزی باقی مونده بفهمید برای بیننده. خب شما درست گفتید. خب ما بازی اولمون رو که سه تا بازیکنمون رو نداشتیم، خب ما توی بازی‌های دوستانه، من و سید مجید حسینی هم که پارسال تو تیم استقلال قرار داشتیم، خب بیشتر بازی‌ها رو بازی کرده بودیم. خب یه مقدار تو ترکیب اصلی، خب وقتی سه تا بازیکن نمیتونن بازی کنن، یه مقدار مشکل ایجاد میشه. خب بازی اولام خب اون عواملی که نشد ما بازی کنیم، خب به تیم ما یه مقدار لطمه زد. از همونجا هم خودتون گفتید مشکلات بزرگ ما شروع شد. حالا گذشته گذشته، اما خب خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شکر میکنیم که آخر فصل تونستیم استقلال رو به قهرمانی برسونیم و اینکه تو لیگ هم سوم بشیم و به پلی آف جام باشگاه آسیا هم صعود کنیم. آقای نورافکن، خیلی‌ها میگن نورافکن جزو بازیکن‌های محبوب شفر هست. است. الان آقای شفر به دلیل حضور شما نشستن، ایشون به شما علاقه داره، شما هم تایید میکنی این علاقه رو؟ خب از اون روزی که ایشون به تیم ما تشریف آوردن، خب انرژی، خب نظم و انضباط خیلی تو تیم ما بیشتر شد. همه مردم میبینن، همه طرفداران استقلال، علاقه‌مندان استقلال میبینن که تیم ما چجوری داره تلاش میکنه برای هر بازی که ما مثلا الهلال رو میبریم، الهلال رو به اون خوبی بازی میکنیم، ولی بازی بعد باز انرژی داریم که نتایج بهتره دیگه ای هم کسب کنیم. خب این از وجود ایشونه و مطمئنن از همین بازی‌ها که الان داریم انجام میدیم، برنامه ریزی رو برای سال بعد انجام میدیم که بتونیم همین روند رو ادامه بدیم و هواداره استقلال رو همیشه شاد و خوشحال. به نظر میاد تو چند هفته آخر عصبی بودی، بازی با سپاهان خونه به خونه. آقای شفر اینجوری تعریف کردن، تو پر از انرژی، تو جوونی و شاید این انرژی بعضی وقتا به عصبانیت کشیده بشه. خب نظر خودت چی؟ خب این انرژی رو خب آقای شفر خودشون به ما یعنی میدن، با تمریناتی که بهمون میدن، خب خیلی فهمیده و با تجربه عمل میکنن. خب منم یه مقدار تو بازی خودم قبول دارم، یه مقدار از لحاظ تمرکز به هم ریختم و مطمئنن به هم بازیام و مربیم قول میدم که دیگه چنین این کارو نکنه. سه تا بازیکن ما گفتیم،
من از آقای شفر این سوالو پرسیدم آقا کدوم بازیکن استقلال شما رو به خنده واداشته تو این مدتی که ایران بودین؟ گفتن سه تا، یکی نیستن. میدونی اون سه تا کدوم بازیکن هستن؟ کمک میکنی به ما؟ مثلا به نام برزای چهارمیه، من میدونم تو سه تا نیست. من فکر میکنم حالا با اون چیزی که ما تو تمرینات میبینیم، یکیش داریوش شجاعیانه، یکیش هم فکر میکنم روز به چشمیه. آ ریاکشن آقای شفر هم داشته باشید. خب یه بار دیگه بگو. تعجب کن. داریوش شجاعیان؟ داریوش شجاعیان، روزبه چشمی. روزبه چشمی؟ سومی رو نمیدونم. سومی. ایدونو. خب سومی رو ایدونو رو قشنگ اومد. نه نه دوست پلیر. ازان کل دوست پلیر. بازی کنه سوم خودشه. ماشین پرسیدی فهمیدم نه. وای کوچ وای. اون تیم خارجی که بحثش مطرح شد صحت داره که نیم فصل شما از شارلوا پیشنهاد داشتی؟ بله. راستیتش من با اولین نفری که صحبت کردم سرمربی تیم بود. خب بالاخره ایشون تجربه کامل رو تو این قضايا دارم و خب من ازشون پرسیدم که اگر یعنی شرایطش باشه من بتونم جدا بشم، خب ایشون به من کمک کنن و ایشون به من گفتن که من میخوام بهت کمک کنم، بیشتر میخوام پیش من یاد بگیری. خب منم اطاعت کردم و تا آخر فصل، تا الانم که در خدمت تیم استقلالم، با تمام تمرکز با تمام تلاش در اختیار تیم استقلال. چقدر به حضور تو جام جهانی امیدواری امید؟ خب ببینید یه جمله رو همیشه از اون وقتی که اولین بار دعوت شدم تیم ملی تو ذهنم دارم. هدفم اینه که هر روز آمادگی بدنیم، آمادگی ذهنیم خودم رو به وینفرد شفر و کارلوس کیروش نشون بدم. اگر بنا به رفتنم به جام جهانی باشه، با تمام توان در اختیار تیم ملی خواهم بود. اگرم بنا به موندن تو تیم، یعنی موندن تو کشورم باشه، همیشه هوادار تیم ملی خواهم بود. و اینکه علت خاصی داره از شماره 24 دل نمی‌کنی؟ علت خاص که من یه بار تو مصاحبه‌ام گفته بودم، خب به خاطر اینکه هادی نوروزی رو خب خودم هم خیلی دوست داشتم، اخلاقش رو خیلی دوست داشتم، خب به خاطر اینکه ایشون هم خب اون شرط براشون پیش اومد، خب من امسالم شماره 24 باشم. این نکته اخلاقی ها، یعنی یه استقلالی به دلیل احترام به یه بازیکنی که بازیکن پرسپولیس بوده با اخلاق بوده، شماره ای که مورد علاقه دقیقاً بوده. جناب تو چی؟ یعنی خارج از کره هایی که شاید بین هوادارا بیشتر باشه، خیلی بازیکنان و مربیان دو تیم توی مجامع کم دیگه میان به هم اینقدر احترام میذارن. جناب نورافکن، توقع شما این بود جام قابل حصولتون رو که قابل پیش بینی بود بگیرید دیروز، جامو بگیرید یا پیشبینی بیش از یک گل زدن در بازی دیروز رو داشتید؟ راستش ما هم اتاقی من سرور جباروف، قبل از بازی خب ما با هم صحبت می‌کردیم، سرور به من میگفت که ما احتیاج به 4 گل این بازی داریم. من برگشتم گفتم خب تو فینال جام حذفی خب شرایط مقدار فرق می‌کنه، شاید ما نتونیم بیشتر از 2 گل بزنیم. و اینکه خب شرایط بازی رو هم دیدید، من یه تبریک خوب جداگونه میخوام به تیم خونه به خونه بدم که فوق العاده تیمشون خوب بازی کرد جلوی ما، جنگیدن، الحق نگذریم. خب خیلی خوب بازی کردن، 7 8 از بازیکناشون نبودن. اما خب یه تبریک هم به هواداره استقلال میدم، یعنی اینکه ما تونستیم قهرمان جام حذفی بشیم بعد از 4-5 سال. انشالله بتونیم سالهای بعد هم پنج سال دیگه ببینید. اصلا 5-2 سال بود که استقلال هم جای شفر شاکن جام نیاورده بود، یعنی دومی داشتن، سومی تو لیگ. حذفی در حذفی آخرین بار اسفند 90 آقای پرویز مظلومی تیم شاهین بوشهر رو در شیراز شکست دادن، قهرمان حذفی شدن. در لیگ هم دوره بعدش، یعنی لیگ 91-92، یعنی بعد از 5 دوره استقلال جام آورد که برای ارزشمند است. من می‌خواستم یه سوال دیگه از امید بپرسم، اونم برمیگرده به تعداد گلاش. الان دارم آمارشو نگاه میکنم، این فصل کمتر از فصل قبل گل زدی. نه. چرا؟ اینو اینجا داشته باشیم. تعداد گلای نورافکن برای استقلال در لیگ برتر 4 تا، عرض به خدمت شما که بعد حالا نمیدونم، مثلا شجاعیان، جبار و غفوری، انصاریان، تیام خوب گل میزدید، کاپیتان تیم ملی جوانان بودی، اونجا پنالتی گرفتی، یعنی شرایط خوبی داشتی. نمیدونم در مقام مقایسه با فصل گذشته میخوام بگم. ببینید سال بعد، سال قبل خب شرایط پستی من خیلی فرق میکرد، اون چیزی که از من میخواستن خیلی متفاوت بود. من پاسوری رو داشتم، مثلا پارسال میتونستم پشت محوطه هم بیام. خب ولی امسال باید بازی سازی بیشتر کنیم. تو تیم ما یه چیز خیلی خوبی که امسال از حضور آقای شفر یعنی به تیم ما اضافه شده، تیم ما فقط و فقط یک ضرب دو ضرب
دیگه الا سزار فوتبال بازی میکنه. یه مقدار این باعث موفقیت ماه تو بازی ها، ولی خب شما هم درست میگید اگر من یه مقدار جلوتر بازی کنم میتونم گلای بیشتر. تیام 4 تا زده، تو هم درست مثل تیام زدی دیگه، 4 تا زدی. من یه سوالی رو حالا که آیه شفر اینجا هستن، آیه زرندی از ایشون هم سوال بپرسیم. آیه عبداللهیان، من تو این بخش میخوام از آیه شفر این سوال رو بپرسم. قطعا مربیان مخصوصا تو شرایط سنی آیه شفر بازیکناشون مثل فرزندای خودشون هستن، فرزند ایشون هم که در کادر فنی به عنوان آنالیزور هستن. من میخوام الان با پسر آقای شفه، چون توی رسانه در تیم پرسپولیس میان آقای ربیخا، آقای مسلمون، پسرای آقای برانکو هستن. تو اون گفتگو هم ما اینو اعلام کردیم. از بعد ما دوباره اون پسر دوم رو میخوام نزدیک کنیم، آقای برانکو دیگه، آره. مسلمان و آقای، آره دقیقاً. حالا ما میخوام ببینیم حالا پسر آقای شفه توی استقلال تو بازیکن‌ها کدوم، من ریاکشن های آقای شفه رو خیلی دوست دارم. First of all, I love my team. اول از همه اینو بگم که من عاشق تیمم هستم. And I'm the son of the player. He need me. من میتونم پدر بازیکنانی باشم که هر کدومشون هر زمانی به من احتیاج دارن. Everybody can come to me and tell me I have problem with my wife. همه میتونن بازیکن‌ها بیان به من بگن من مشکل خانوادگی دارم، با بچه‌م مشکل دارم، با همسرم مشکل دارم، یا مشکل شخصی دارم. میتونن هر ساعتی از شب با من تماس بگیرن اگر بتونم بهشون کمک کنم. You see this young player, Omid. الان امید بازیکن جوان ما. I know the problem. I was player too. I was young. من خودم هم بازیکن بودم، بازیکن جوان بودم. From Mönchengladbach to the Asset team. از Mönchengladbach رفتم به تیم دیگه. و میدونم وقتی که شما کشورتون رو عوض میکنین ممکنه چه اتفاقی بیفته. من بهترین چیز رو برای امید میخوام. After 2 years, the people talk, who is this player? Yeah, I want. میخوام طوری بره که بعد از 2 سال همه بگن این چه بازیکنیه، چه بازیکنیه، پتانسیل بسیار بالایی داره و میخوام یک آینده حرفه‌ای بسیار خوب داشته باشه. Ready for a team in Europe. It's not the same. The culture is not the same. شاید الان از نظر فنی برای تیم خوب اروپایی آماده باشه، ولی تفاوت‌های فرهنگی میتونه برای بازیکن‌ها خیلی سخت باشه. Maybe when he won't go on the contract is finished, why not? But this زمانی که قرارش تموم شده میتونه بره، هیچ مشکلی نیست. ولی چیزی که میخوام اینه که یک کارنامه حرفه‌ای بسیار خوب داشته باشه. ما 3 دقیقه فرصت نداریم، یه نقطه میخوام اینجا بذاریم، توضیحاتشون کامل بود. اون اسم رو به ما بگن، حالا یکی یا دو تا یا سه تا یا هر چند تا من های اون که گفتن همه هستن، همه فرزندان، همه فرزندان. ولی الان چون ایشون حاضر شده بعد از خداویسی بشینه که این فرزندش، این فرزندش از استقلال نره. خب ما 2-3 دقیقه فرصت داریم و جمع‌بندی کنیم با این رفتن. امید جان اصلا یه سوال من میکنم، بعد حرف ناگفته اگه فرق کسی تشکر کنی، موضوعی داری. بازی با ذوبان میتونه یک پایان خوب برای فصل سخت استقلال باشه که تا حالا خوب تموم شد، ولی ذوبان هم یک استقلالی اصیل به نام امیر قلینویی داره که آسان باز نیست. تحلیل شما چیه؟ خب ما فکر میکنم شروع خوبی از زمانی که آقای شفر اومدن داشتیم و خیلی خیلی دوست داریم که آخر این فصل هم 2 بازی خیلی حساس داریم که میتونه یعنی حیاتی باشه برای هوادارامون و خودمون، که باید با تمام تمرکزمون تو این بازی یعنی بریم. از همین فردا که سر تمرین خواهیم بود مطمئنن بیکار نمیشینیم. خب امیر قلنوی هم خب مربی خود من بوده، آرزوی سلامتی میکنم براش و مطمئنن ما هم خب بیکار نمیشینیم. تمام تمریناتی که آقای شفر بر ما در نظر گرفتن رو انجام میدیم که بهترین نتیجه رو تو بازی رفت تو اصفهان بتونیم بگیریم و دیگه برای بازی برگشت یه مقدار با یعنی آسون بودن بازی جلوی هوادارمون بتونیم بازی کنیم. مشکلات مالی استقلال هم تو این چند سال مثل پرسپولیس تقریبا فکر می‌کنم برطرف شده. یکی از دلایلی که آسوده‌تر دارن همه کار می‌کنن همین چیزا، شما اینطور تصور می‌کنید؟ همینطور که شما میگید درسته. و اینکه ما تو هر بازی که انجام میدیم خب به هوادارامون احتیاج داریم، مثلا تو بازی باز دوباهن تو برگشت به تمام هوادارامون احتیاج داریم و این کمک‌هاشون مثلا میتونه کمک تشویقی باشه. خود من بازیکن جوانم احتیاج به هوادارامون دارم و اینکه میتونه کمک‌های مالی باشه، مثلا میتونن که شماره 4 رو به عدد CC
اسمس کنن، خب خیلی میتونن به ما کمک کنن و اینکه انشالله ما بتونیم جلوی زباهن دوتا از مهمترین بازیامونو بتونیم پیروز بشیم. چون وقت محدوده، تشکراتون هم همینجا انجام بدید که کیا تو فوتبال محدودید و تشکر میکنید. تشکر میکنم از باشگاه استقلال. خب من 3-4 سال تو این تیم خیلی زحمت ها دادم به هواداراش، به کانون هواداراش، به مربی خوبم وینفرد شفر و مربیات قبلیم، خیلی ازشون تشکر میکنم و دوست عزیزم تیمور امینپور که خیلی دوستش دارم، انشالله همیشه سلامت باشه. دست شما درد نکنه. ممنون. من سوالی از آقای نورافکن ندارم. خیلی خیلی ممنونیم از آقای شفر که مجددا زمان گذاشتن، وقت گذاشتن، هواداری استقلال مفصل آقای شفر رو دیدن. یه دل سیر بعد از قهرمانی و اون جام به حال لذت بخشی که براشون آوردین و همچنین امید نورافکن برای آرزو می‌کنم بهترین اتفاق براش بیفته. منم از شما سه نفر و آقای توفیقی که این هماهنگی‌ها رو برای مجددش هم دادن تشکر. دست شما درد.